فرق است میان جنگ قدرت و جنگ حق و باطل. به دولت هم میفرماد، به قوه قضاییه هم میفرماد، به رئیس جمهور هم میفرماد و به همه میفرماد این رو. آیا وقتی سخن میگید، وقتی برخورد میکنید، به مقام کبریایتون چیزی برخورد کرده و حالا داد و فغان رو انداختید، یا نه به مقام مبارک نامبارک کبریاییتون برخورد نکرده، به حق چیزی برخورد کرده و داد و فغان دارید؟ کدوم یکی؟ و اینو آدم میفهمه، اینو انسانهای ریزبین میفهمن، این رو رهروان راه میفهمن، چه رسد به رهبران راه. جمهوری اسلامی مدعی اینه که مدافع حق، جنگش جنگ حق با باطله. این مشخصات چه باید نشون بده؟ با دروغ و تهمت میشه در جنگ حق بر ضد باطل شرکت کرد؟ نمیشه. با نسنجیده حرف زدن، شایعه سازی میشود جبهه حق در جنگ حق بر باطل شرکت بکنه؟ این نمیشه. اون جبهه دیگه جبهه باطل خودش. با صرف ادعای برحق بودن انسان برحق نمیشه، باید در عمل انسان برحق باشه. طاغوت، سرکشی، کبر، غرور میشه طاغوت. طاغوت رو نمیخواد بگردی تو زمین آسمون پیدا کنی. امام میفرماد طاغوت را بگرد در درونه خودت، در درون تشکیلاتت، در درون دار و دستت، در درون هر جای داری اونجا بگرد پیداش کن. قلم زدنت، گفتنت، فریاد کشیدنت، دعوت کردنت، رزمیدنت، خرج کردنت، پول دادنت، جان دادنت، ببین اینها در راه خداست، در راه طاغوته، یعنی در راه خودته.